من و زنم عاشق هم نبودیم. ازدواجمون هم به درخواست خانواده ها بود. از اونجایی که از بچگی کنار هم بزرگ شده بودیم، هر دو قبول کرده بودیم. اما چشمم همیشه دنبال زنای دیگه بود. دختر خاله و پسر خاله زنم هم از بچگی رفقای من بودن و خیلی با هم صمیمی بودیم. ما یه جورایی با هم فامیل بودیم. ولی خب از بچگی کنار هم بزرگ شده بودیم. من عاشق دختر خاله خانومم بودم. اما پدر مادرم مخالف بودن و اونا لیلی رو برام گرفتن. من عاشق آتوسا بودم. اونم عاشق من بود. اما خب نشد که بشه. آتوسا بعد از ازدواج من و لیلی با برادرش خیلی می اومدن خونه ما. لیلی خیلی مهربون و مهمون نواز بود. خوشحال می شد وقتی می دید ما با هم صمیمی هستیم. جوری بود که آخر هفته ها یا ما خونه اونا بودیم یا اونا پیش ما بودن و با هم می رفتیم به باغمون. لیلی منو خیلی دوست داشت و همیشه به هم احترام می ذاشت. ولی من همیشه یه حسرتی داشتم. وقتی آتوسا رو می دیدم به یاد عشقی می افتادم که بهش نرسیدم. کاش اون به جای زنم روی تخت کنارم بود. جلو می شست با اون چشماش و اداهاش و نگاهاش. تو شب نشینی و مستی های آخر هفته منو نگاه می کرد. وقتی اینطوری بود همه وجودم رو با آتیش می کشید. آخر هفته ها وقتی همه خواب بودن می رفتم بالا سر آتوسا و عاشقانه توی خواب نگاهش می کردم. اون دختر زیبا و شیطون بود و بلد بود با نگاهاش اونم جلوی لیلی دلمو آتیش بزنه. دوست داشتم لمسش کنم ولی دائم به خودم نهیب می زدم که نه. ولی یکی از همون شبای آخر هفته که من دوباره داشتم لیلی رو دید می زدم و بالا سرش با خیال خودم فکر می کردم خوابه، همه جاشو ورانداز کردم. هیکل قشنگش و چشماش که حتی وقتی بسته بود خوشحالت ترین چشمای دنیا بود، دراز کشیده بود زیر یه پتوی نازک و همه برجستگی های تنش از زیر اون پتوی نازک پیدا بود. دیگه طاقتم تاق شده بود. اون شب فهمیده بودم که دوست پسر هم داره. وقتی همه خوابیده بودن من محو تماشای اون بودم که بیدار شد. بهتش زده بود که چرا من بالای سرش وایسادم. نشست لبه تخت. شروع کردیم به حرف زدن. هر دو تشنه هم بودیم و برای هم بیقراری می‌کردیم. حتی برامون مهم نبود که صدامون رو کسی بشنوه. کنارش دراز کشیدم و با عشق تمام اونو مال خودم کردم. چه لذتی، چه وسوسه‌ای، چه شرایطی، داغ داغ بودم. تو همون حال مستی و عشق بهش قول دادم که حتما از لیلی جدا میشم و هر جور شده بهش میرسم. از فردای اون روز شمارش معکوس برای جدایی از لیلی شروع شد. ولی من بهونه‌ای نداشتم. اون خیلی خانم بود و محال بود بتونم ازش آتویی بگیرم. ولی من همش دنبال بهونه بودم و یه نقشه‌ای پیدا می‌کردم که از لیلی جداشم و هر روز از طرف آتوسا هم تحت فشار بودم که زودتر جداشیم. دیگه اونم زنم شده بود و سیغش کرده بودم. حتی براش خونه هم اجاره کردم تا بتونیم با هم قرار بذاریم. خیلی تحت فشار بودم. آتوسا هر روز از لیلی متنفرتر می شد و خودشو مستحق اون زندگی می دونست. نه لیلی رو. و می خواست دائم کنارم باشه. البته منم همینو می خواستم. نسبت به لیلی خیلی سرد شده بودم و بهش بی‌محلی می کردم. ولی نمی دونستم چی کار باید بکنم. آتوسا یه روز از سر عصبانیت دعوای بدی با من کرد و گفت تو منو گذاشتی سر کارو نمیخوای از لیلی جدا شی. منم با فریاد گفتم چرا این حرفو میزنی؟ چرا منو باور نمیکنی؟ مگه نمیدونی من چقدر عاشقتم؟ ولی باید یه دلیل پیدا کنم تا از لیلی جدا شم. اون دختر خیلی بیگناهه. با 1000 تا امید و آرزو اومده تو زندگیم. تقصیر اون نیست که من و تو عاشق همیم. اون تا حالا شریک خیلی خوبی برای من بوده و من نمیتونم همینطوری بدون دلیل ازش جداشم و بندازمش بیرون. آتوسا مثل روانی ها شده بود و منو از خونه انداخت بیرون و میگفت برو پیش همون زن تو همونجا بمون. قید منو هم بزن. برو کنار همون خانم خوبه. چرا پیش منی پس؟ بعد نهی به من بگی چرا رفتم با یه مرد دیگه ها، چون من دیگه طاقت ندارم. اصلا نمیتونم فکر کنم که تو کنار کس دیگه ای باشی. باید فقط مال من باشی. منم که نمیتونستم آتوسا رو از دست بدم، مثل یه مریض که به داروش وابسته است هر روز بیشتر وابسته آتوسا میشدم و یک لحظه بدون اون نمیتونستم تصور کنم. اون با اداهاش و عشقی که به هم داده بود و هم آغوشی‌های آتشینش باعث شده بود من قید لیلی رو بزنم و هر کاری که آتوسا میخواست براش میکردم. مثل غلام حلقه به گوش اون بودم. آتوسا یه روز به من گفت من یه نقشه دارم. منم قبول کردم که هر کاری اون بگه انجام بدم. قرار شد لیلی رو آخر هفته ببرم باغ و خودم به بهونه‌ای برگردم تهران. مثلا بگم برام کار پیش اومده و تا عصر میام. تو این فاصله آتوسا هم به دوست پسر سابقش پول میده که بره سراغ لیلی. اون وقت منم از راه برسم و اونا رو با هم ببینم. همین بشه بهونه‌مو بگم که به هم خیانت کردی. اونم با کی؟ با دوست پسر سابق دختر خالت. اینطوری دست پیشو میگرفتم و بهش میگفتم که تو این همه مدت با دوست پسر سابق دختر خالت تو باغ من عشق بازی میکردی و من بیخبر بودم و باید جدا بشیم. نقشه بدی نبود. من قبول کردم. روز موعود رسید و قرار شد که ما این نقشه رو اجرا کنیم. ولی خبر نداشتم که آتوسا تو دلش یک کینه خیلی بزرگ از لیلی داره و قراره چه بلایی سر اون دختر بیچاره بیاره. اونقدر عاشق آتوسا بودم که به هیچ چی فکر نمی کردم. صبح پنجشنبه بود. مثل هر هفته از خواب بیدار شدیم. به سمت ویلامون تو کردان حرکت کردیم. دلم شور می زد. ولی ته دلم خوشحال بودم که دیگه از شر لیلی خلاص میشم. لیلی کل مسیر برام رقصید. یه آهنگ شاد گذاشته بود و خیلی خوشحال بود. دلم براش میسوخت که نمیدونه قرار چه اتفاقی براش بیفته. رسیدیم. یکی دو ساعتی تو ویلا بودیم که گوشیم زنگ خورد. آتوسا بود. ولی من وانمود کردم که از شرکته و باید فوراً به تهران برگردم. به لیلی گفتم تو بمون، من عصر برمیگردم. تازه آتوسا و برادرش هم میان. لیلی هم گفت باشه، مشکلی نیست و مخالفتی نکرد. من راهی تهران شدم. ولی همون نزدیکی ها منتظر بودم تا آتوسا نقشش رو عملی کنه. ویلای ما آخرین ویلا توی کوچه بنبست بود. البته چند تا ویلای دیگه کنارمون بود و ما همه اونا رو میشناختیم. از دور دیدم سعید دوست پسر سابق آتوسا داره میاد. رفت دم در و در زد. لیلی هم به خیال اینکه بچه‌ها اومدن در رو باز میکنه. ولی سعید رو میشناسه و متعجب از سعید میپرسه اینجا چی کار میکنی؟ چون از قبل سعید رو با آتوسا دیده بوده و کاملا اون رو میشناخته. سعید هم میگه من اومدم از تو کمک بگیرم، چون میدونم آتوسا همه آخر هفته ها میاد اینجا، ولی چون جواب گوشیمو نمیده اومدم اینجا تا تو ما رو با هم آشتی بدی. لیلی ساده من هم بهش اعتماد میکنه و در رو باز میکنه، غافل از اینکه سعید و دوستاش قراره چه بلایی سرش بیارن. اون روز قرار بود من وارد ویلا بشم و آتوسا و سعید رو در حال صحبت کردن ببینم. ولی آتوسا به سعید پول زیادی داده بود که سعید و دوتا از دوستاش به لیلی حمله کنند و من احمق از همه جا بیخبر بودم. وقتی رسیدم که کار از کار گذشته بود. اون بیشرفا لیلی رو برده بودن روی تخت و دستاش و پاهاش رو به بالا و پایین تخت بسته بودن و 3 نفری بهش تجاوز کرده بودن. با دیدن این صحنه داغون شدم. زن بیچاره من چه بلایی که سرش نیامده بود. حالم از خودم به هم میخورد. لیلی اونقدر حالش بد بود که فقط میخواست خودش رو بکشه. تمام بدنش میلرزید و نمیتونست حرف بزنه. تا مدت ها مثل یه مرده متحرک بود و تحت درمان بود و اونقدر میترسید که هر جا مردی میدید پشت سرم قایم میشد. نمیدونستم چی کار باید بکنم. من اصلا راضی نبودم همچین بلایی سرش بیاد. آتوسا هم اصلا گردن نمیگرفت که چی کار کرده. دائم میگفت من به اونا همچین چیزی نگفتم. اونا سر خود این کارو کردن. من خبر نداشتم که میخوان چی کار کنن. حتی میخواستم برم ازشون شکایت کنم. ولی از آبروی خانوادگی میترسیدم. نمیدونستم باید چی کار کنم. به پیشنهاد خانواده‌ام لیلی رو برداشتیم و رفتیم خارج از کشور تا هم از محیط دور باشه و شاید بتونه یکم همه چیزو فراموش کنه. لیلی من افسرده شده بود. وزنش شده بود 40 کیلو. مثل یک مرده متحرک. دیگه از آتوسا متنفر شده بودم. که چرا این بلا رو سر لیلی من آورده. حتی برگشتن به ایران هم برام محال بود. جرأت نداشتم به لیلی بگم این کارو خودم باهات کردم و این من بودم که این بلا رو سرت آوردم. آتوستا بعد از رفتن ما ازدواج کرد، ولی مدام تهدیدم میکرد که به لیلی همه چیز رو میگم، تا اینکه بالاخره زهرش رو ریخت و به لیلی گفت همه اینا نقشه شوهرت بوده. اون میخواسته ازت جدا شه و با من باشه و کلی دروغ دیگه. لیلی بیچاره من که تازه آروم شده بود دوباره با حرفای آتوستا به هم ریخت و یه روز بیخبر از من از خونه زد بیرون و همون روز تصادف بدی کرد و در جا فوت کرد. نمیدونم که خودشو پرت کرده بود جلوی ماشین یا اینکه از شدت حال خرابش بدون هوش و حواس پریده جلوی ماشین رو تصادف کرده. الان که دارم این قصه رو براتون تعریف میکنم 15 سال از این ماجرا گذشته و من حتی یک شب هم آروم نخوابیدم. دیگه حتی ایران هم برنگشتم. ازدواج هم نکردم. زندگیم جهنمه. هر جوری که نگاه میکنم لیلی رو میبینم. ولی کدوم لیلی؟ فقط تصویرش از اون روزی که به تخت بسته بودنشون زجه میزد میاد تو ذهنم. هر روز این صحنه رو میبینم. نمیدونم خدا منو میبخشه یا نه. نمیدونم این کابوس تموم میشه یا نه. من هیچ وقت نمیخواستم این بلا سرش بیاد. لعنت به من و آتوستا. لعنت به من که خودم با زندگیم این کاری کردم و اون دختر معصوم رو نابود کردم. خب دوستای عزیزم، این یه داستان واقعی بود. اگر از داستانهای واقعی خوشت میاد حتما کانال رو سابسکرایب کنید و منتظر داستانهای بعدی بمونید.